این هفته بازی با واچ داگز لیجن، جدال با خواب و دورکاری با گیت لب. خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم. تعداد دوربین های مدار بسته در شهر لندن انقدر زیاده که از این نظر این شهر رتبه سوم در جهان رو از آن خودش کرده. حالا فکرشو بکنید بشه این دوربین ها رو هک کرد و با گوشی موبایل تک تک اینا رو کنترل کرد، چه شود؟ شرکت یوبی سافت در نسخه سوم سری بازی های واچ داگ به این تخیل جامعه عمل پوشونده. علیرضا واصفی نگاه انداخته به بازی واچ داگ لیجن. یه داستان مهیج با صحنه پردازی جذاب برای شروع بازی، جوری که اصلا حس میکنی تحقیقاً به طرفه‌العینی جیمز باند شدی. جیمز باندی که میتونه با موبایلش هر چیزی رو توی شهر هک کنه. این بازی خیلی بهتر از نسخه های قبلش توی شیکاگو و سان فرانسیسکو درست شده. اینقدر شهر خوب و دقیق درست کردن که میتونید بدون ترس از کرونا و هیچ خطری برید جاهای دیدنی لندن رو ببینید، بچرخید، صفا کنید. فعلا مزاحم من نشیدم، خواهرم زیر پارلمانی ماموریت انجام بدم. داستان واچ داگز لیجن که آخرای 2020 اولای 2030 هستش، چند تا گروه تبهکار اصلی داره که هر کدوم یه خلافی میکنن، از آدم ربایی و قاچاق تا بمبگذاری و زورگیری. یه بخشی هم توی شهر هست مثل یه سرور اصلی که تمام دستگاه‌ها، موبایل‌ها و کامپیوترها رو کنترل میکنه، COS. دولت بریتانیا که این مافیا دارن جاشو میگیرن، گروه هکر پارتیزانی ددسکو مقصر اعلام میکنه. شما یه جورایی بخشی از شعبه لندن این گروه هستید و به دنبال راهی برای نفوذ و از بین بردن این دیکتاتوری. بازی کلی رانندگی داره اما کنترل خیلی جذابی نداره که بشه عین بازی‌های ماشین و موتور ازشون لذت برد. اینو هم بذارید کنار دور زدن‌های خیلی خشک و تیز نبودن فرمون ماشین و موتور توی خیابون‌های تنگ و ترش لندن. البته مترو هم هست برای فست ترافل. روی علامت‌های مترو کلیک می‌کنید، بنگ، یه دفعه میایید همون جای شهر که ماموریتتون هستش، بیگ بن، پارلمان، لندن آی. به اضافه اینکه اصلا لازم نیست تلق و تلق توی این ترافیک برای خودتون با این ماشین و موتوری که رانندگی خیلی راحتی هم ندارن بچرخید. خلاص. نسخه جدیدش تغییرات گنده‌ای توی گیم پلی و جوری که بازی می‌کنید نداده و کاملا شبیه بازی‌های دیگه این سبکی و حتی نسخه‌های قدیمی خودشه. اما توی طراحی محیط و داستان‌گویی فراوان بازی جذاب‌تر شده. شاید مهمترین تغییر این باشه که دیگه یک قهرمان و کاراکتر توی بازی نیست. تو نمایشگاه ایتری 2019 که واچ داگ بازی کردم، یوبیسافت بهم گفت تمام NPC های توی بازی، یعنی همین آدمایی که تو خیابون ببینید، منحصر به فردن، یعنی تکراری نیستن، هر کدوم یه شناسنامه جدا دارن. همینطور توی یک کاری بهترن و وسایل منحصر به فرد و خاصی دارن که برای یک نوع ماموریت بیشتر به کار میان. بستگی داره الان مثلا چه جوری بخواید بازی کنید. اگه تیراندازی دوست دارید یا آدمکش و هفت‌تیرکش حرفه‌ای بیشتر به کارتون میاد تا یه متخصص درون که میتونه کارها رو یواشکی انجام بده. استخدامش میکنید و اون میشه کاراکتر شما. اینجوری آخر بازی میتونید قد یه شهر کاراکتر داشته باشید. از اون کارهای هوشمندانه یه که یوبی سافت کرده که هر سلیقه‌ای رو بتونه یه حالی بهش بده و جذبش کنه. اما الان تو نسخه نهاییش میشه تکرار رو توی بعضی جاها مثل صدای کاراکترهای مختلف دید. مثلا کارگر ساختمونی که استخدام کردید با همون صدا و لهجه حرف میزنه که مدیر شبکه یه شرکت بزرگ امنیتی. همه اینا شما رو از همزاد پنداری و ایجاد رابطه با قهرمان بازی دور میکنه. یه سری دستگاه و گجت هم بازی داره که بهتون کمک میکنه راحت تر ماموریت‌ها رو انجام بدید.
تعدادشون نسبت به نسخه های قبل خیلی زیادتر شده، اما تا ته بازی سراغ بیشتر از دو سه تاشون نمیره. مثلا این عنکبوته که قبلا هم توی این سری بازی بوده، میتونه از جاهای باریک و کانالای تنگ و تاریک رد بشه و کمتر توجه دشمن رو جلب کنه. پر از تیراندازیه، اما با تجربه ما از بازی های شوتر فاصله خیلی زیادی داره. یقه گیری و بزن بزن هم داره، اما حرکت و کمبوها و مبارزهی که داره ساده و کمه. این بازی رو هم آنلاین و هم آفلاین میشه بازی کرد. توصیه من به والدین اینه که خیلی حواستون به محدودیت سنی این بازی باشه. بازی کاراکترهای مؤدبی نداره و توش پر از فحش و فضاحته. روی هم رفته، این بازی هم مثل اکثر پروژه های یوبیسافت یه محیط قشنگ تقریبا بزرگه که با یه عالم بازی ها و پازل های کوچیک و ساده پر شده. برای همین میتونه ساعت ها مخاطبش رو مشغول کنه. توی سالهای اخیر بازار پر شده از هدفون و تولید کنندگان برای اینکه از غافل عقب نمونن باید ابتکارهای جدیدی به خرج بدن. همکارم سعدی آئری سر و گوش آب داده در دنیای هدفون ها و چند تاشون رو بررسی کرده. چند وقت پیش نیما این هدفون دیورلینک گو رو که مثل بلنگو هم میشه ازش استفاده کرد معرفی کرده بود. صداش فوق‌العاده نبود ولی چند کار بودنش جالب بود. اینجا میخوام چند تا هدفون بهتون نشون بدم که به جز پخش موسیقی کارهای دیگه هم میکنن. این هدفون برای زندگی آرومه. سازندگان کاکون ریلکس ادعا میکنن که این اولین هدفون خواب‌آوره. غیر از این که کمک میکنه بخوابید، در طول روز هم سعی میکنه آرامش بخش باشه. سازندگان این هدفون از شیوه درمان رفتاری شناختی یا CBT تو ساختش استفاده کردن که بتونه به کاربر آرامش بده. چند تا حسگر بیومتریک یا زیست سنج هم داره. حسگر EEG برای این نصب شده تا امواج مغزی رو ردیابی کنه، حواسش به حرکات کاربر باشه و ضربان قلب کاربر رو با توجه به شرایط محیط رصد کنه. به این ترتیب میشه سیستم رو شخصی سازی کرد تا مثلا وقتی کاربر به خواب رفت صدا رو تغییر بده، یا اگه صدایی در پس زمینه است با اضافه کردن نویز سفید اون صدا رو محو کنه. یه نمونه ایربادش هم به زودی به بازار میاد، ولی یه عالم ابزارهای مخصوص خوابیدن دیگه تو بازار هست که هدفشون کمک به خواب بهتره. اپ سینکچویشن همین کار رو انجام میده، ولی میتونین هر هدفونی رو باهاش استفاده کنین. البته ماهی $20 هزینه داره. فرق جدیش حسگراییه که تو گوشی‌های کاکون تعبیه شده. راستش به نظرم چندان استفاده عملی ندارن. مودیو سلیپ یه سربنده که با برانگیختن امواج مغزی کار میکنه. سربند رو نیم ساعت قبل از خواب رو سرتون میذارین و اون به اعصاب تعادلی پالس‌های الکتریکی میفرسته تا روی نواحی در هیپوتالاموس و ساقه مغز که نصب شبانه روزی خواب رو کنترل میکنن تأثیر بذاره. الکترود برای اتصال دستگاه و دستمالی برای تمیز کردن محل نصب الکترود هم باش میاد تا بهتر به پوست بچسبن و متصل بشن. من قبلا این امتحان کردم و حس عجیبی بهم داده بود. ضمن ممکنه بهش وابسته هم بشین. خیلی گفتم بعد از مدتی مجبور شدن قدرتش رو بالا ببرن. حالا از یه چیزی که میذارن رو سر بریم به یه چیزی که میذارن رو پا. مانا وایبز کریستال یه افزونه توپ بلورین داره که یه میدان مغناطیسی متغیر ایجاد میکنه. میتونیم بذاریش بین انگشت شست پاتون و این کمک میکنه که به خواب برین. بعدا خود گوشی و اپ هم به خواب برن. من اینو امتحان کردم و میتونم بگم که تقریبا خوب کار میکنه. تو گوشی کالمر یه تیکه لاستیک کوچیکه که میذارین تو گوشتون تا کیفیت صدا رو بالا ببره و استرس رو کم کنه. این بزرگه مال شبه و این کوچولوه مال روز. کوایتان یه ایرباده که به خوابیدن کمک میکنه. این ایرباد با حذف صدای اضافه کمک میکنه که صدای خوروپوف دیگران رو نشنوین. سیستم حذف صدای مزامش خوب کار میکنه و صداهای با فرکانس پایین رو کم میکنه. استفاده ازش به طور عجیبی راحته. درسته که اینا خیلی بهتر از گوشگیرهای اسفنجی کار میکنن، اما قیمتشون خیلی گرونه و دردسر هر شب شارژ کردنشون هم هست.
اما اگه میخواین کمی آرامش و سکوت داشته باشین، این نمونه آزمایش گوشگیر ویر گزینه خوبیه. راستش رو بخواین اول فکر نمیکردم تو گوش من جا بشه. وقتی گوشگیر رو تو گوشتون گذاشتین، با این دکمه کنارش میتونین صدای اطراف رو از 5 تا 35 دسیبل کم کنین. برای اینکه دستتون بیاد دقیقاً چه تأثیری داره، سازندش ادعا میکنه در بالاترین حدش میتونه تا حدود 80% صدای تو خونه رو کم کنه، اما در پایین ترین درجه راستش تغییر محسوس ایجاد نمیکنه. فرض سازندگان اینه که این گوشگیر در طول روز توی گوشتونه و در نتیجه ممکنه شرایطی باشه که بخواییم بیشتر صدای اطراف رو بشنوید. خیلی ساده میشه با چرخوندن ولوم به پایین و بالا صدای اطرافتون رو کم و زیاد کنید. این یه نمونه آزمایشیه و واقعا دلم نمیخواد همه روز تو گوشم باشه و راستش خیلی خوب هم کار نمیکنه. اما اگه دائم ازش استفاده میکنه خوبه بدونی که میشه اونا رو با آب و صابون شست. ولی اگه راستش رو بخوای همون گوشگیرهای مومی قدیمی هم بهترن، هم راحتتر و هم فوق‌العاده ارزون‌تر. این هفته ایلان ماسک از بیل گیتس هم پیشی گرفت و بعد از جف بزوس بنیانگذار آمازون دومین ثروتمند جهان شد. ارزش ارز رمز بیت کوین با رسیدن به 19510 دلار به بالاترین حد خودش رسید و رکورد سال 2017 رو شکست. ارزش این ارز رمز به لطف اقبال سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در 3 ماهه گذشته 75% بالا رفته. و رئیس بخش امنیتی اپل به پرداخت رشوه متهم شد. توماس مویر متهم شده که قبول کرده در برابر دریافت مجوز حمل سلاح به کلانتری سانتا کلارا 200 آیپد به ارزش 75000 دلار هدیه بده. این هفته توییتر اعلام کرد ارائه تیک آبی تایید هویت کاربران رو از اوایل سال آینده میلادی دوباره از سر میگیره. اعطای تیک آبی 3 سال پیش بعد از حذف تیک آبی حساب‌های کاربری مشوق برتری نژادی سفیدپوستان متوقف شده بود. توییتر برای جلوگیری از گسترش نفرت پراکنی و اطلاعات غلط پیشنهاداتی داده و از مردم هم خواسته در این زمینه مشارکت کنند. شرکت IBM 10,000 شغل رو در اروپا حذف می‌کنه. بیشتر این شغل‌ها در آلمان و بریتانیا هستند. به گفته یکی از مقامات رسمی یک اتحادیه کارگری، این تصمیم 20% نیروی کار IBM در اروپا رو تحت تأثیر قرار میده. IBM با انتشار بیانیه‌ای گفته تصمیماتش در مورد نیروی کار بر اساس نیاز مشتریان و سازگاری با هوش مصنوعی و قابلیت‌های کلاود گرفته شده. چین از جزیره هاینان سفینه‌ای رو برای انجام یک مأموریت فضایی پیچیده در ماه به فضا فرستاد. مأموریت چانگی 5 استخراج و جمع‌آوری سنگ از کره ماه و برگردوندنشون به زمینه. بعد از 44 سال این نخستین مأموریت برای جمع‌آوری مواد از ماه خواهد بود. و در آخر اگر نمیتونین از خونتون بیرون برین، این شما و این ربات خودرانی که میتونه به جای شما باغبونی کنه. ربات یاردروید که بیشتر شبیه یه تانک کوچیک میمونه، میتونه چمنهاتون رو کوتاه کنه، برای کشتن علفهای هرز یک نقطه رو سمپاشی کنه و مخزن آبش رو خودش پر کنه. میتونه با فشار هوا مسیر رو تمیز نگه داره و حتی با آب پاش حیوانات مزاحم رو فراری بده یا خرابکاریشون رو تمیز کنه. یاردروید هم میتونه خودش رو شارژ کنه و هم تمیز. و اگر همه این کارا کافی نیست، حتی میتونه شغلش رو هم عوض کنه و وظیفه نگهبانی و فراری دادن مزاحمان رو عهده دارشه. البته به شرطی که مزاحم مربوطه از آب بازی خوشش نیاد. در گزارش بعدی میخواییم برای تماشای یک مسابقه قایقرانی دل به دریا بزنیم. 4350 کیلومتر قایقرانی بیوقفه در طول 80 روز. هر قایق یک قایقران داره و قایقران ها میتونن فقط در بازه‌های نیم ساعته بخوابن. بنابراین باید فشار روانی زیادی رو تحمل کنن. اما یکی از این شرکت کننده ها از فناوری استفاده میکنه که امیدواره در این مسابقه بهش کمک کنه. Thank you.
اسم ایشون هست پپ هرف، یکی از شرکت کنندگان مسابقه وندی گلوب ریس. فکر نمی کنم هیچ مسابقه ورزشی دیگه روی کره زمین مثل این متکی به توانایی یک نفر باشه. پپ امیدوار رکورد 15 سال پیش دیم الن مک آرتور رو بشکنه. شرکت در این مسابقه از نظر جسمی فشار زیادی به قایقران و قایق وارد میکنه. اما مشکل دیگه‌ای که نباید ازش غافل شد، فشار روانی هفته‌ها تنهایی روی آبه. برای همینی که تیم پپ مصممه که از نزدیک مراقب سلامتیش باشه. قایق پپ همه فناوری روی که تو قرن 21 انتظار دارید داره. هدایت خودکار، جی پی اس، چراغ‌های LED و غیره. اما یک فناوری دیگه که توی قایق هست، اینه که مواظب سلامت روانی قایقران باشه. مدتی طولانی باید روی آب باشم، اما من واقعا تنها نیستم. با دیگران در ارتباطم. دو تا سامانه ماهواره دارم. میتونم ویدیو بارگذاری کنم. میتونم توی واتساپ چت کنم. و این ارتباط با خشکی مسئله‌ای که این قایق 20 ساله رو بسیار امروزی نگه داشته. تیم پپ میخواد از هوش مصنوعی استفاده کنه تا بتونه ویدیوهایی رو که پپ هم رسانی میکنه تحلیل کنه و بفهمه اون واقعا چه احساسی داره. این الان در حال تحلیل رونویسی حرفای یه نفره و میتونه احساسات مثبت، منفی یا خونسا پشت حرفای هر کسی رو تحلیل کنه. وقتی شما در حال صحبت هستید، اون به حالتهای صورت شما هم تمرکز میکنه تا احساسات، غم، شادی، نفرت، تحقیر یا گرفتاری ذهنی پشت این چهره رو شناسایی کنه. بنابراین وقتی پپ ویدیوی رو هم رسانی میکنه و مثلا میگه امروز روز آخرمه، توی سامانه به چیزی شبیه به این خط میشه که تمام احساسات مختلفی رو که تجربه کرده دریافت میکنه. این کار به تیم پپ اجازه میده که بفهمه چطور میتونن بهش کمک کنن. اگر احساس کنیم پپ به خوبی هفته گذشته و مثل سابق سرحال نیست، سعی میکنیم در تماسهایی که باش داریم حس و حالش رو عوض کنیم. برگردیم به خشکی که از این فناوری برای پژوهش‌های بازاریابی و تحلیل ویدیوهای بارگذاری شده به دست مشتریان استفاده میشه. چیزی که در واقع جایگزین یک روش تحقیق کیفی تعاملی میان اعضای گروه که بهش میگن گروه کانونی. شرکت مدالیا مدعیه که این سامانه هوش مصنوعی میتونه به شرکت‌ها کمک کنه تا پاسخ‌های احساسی به محصولاتشون رو درک کنند. یکی از راه‌هایی که میشه به سلامتی روانی پپ رسیدگی کرد اینه که بهش کمک کنن تا تصمیم‌های درستی بگیره، به ویژه وقتی که خسته است. پپ که فقط نیم ساعت وقت خوابیدن داره، باید بتونه این شرایط رو تحمل کنه. فهمیدن اینکه ذهنم چقدر داره درست کار میکنه، چقدر درگیره یا چقدر در معرض آسیبه، همیشه کار آسونی نیست. برای همین با شرکتی به اسم آپاریتو کار میکنم که متخصص نظارت بر شرایط ناپایدار بیمار است. اونا اپلیکیشنی برام طراحی کردن که بهم کمک میکنه توانایی‌های شناختی ذهنم رو ارزیابی کنم. وقتی لازمه تصمیم مهمی بگیرم، ترجیح میدم کمی بخوابم و بعد تصمیم بگیرم. اسم این اپلیکیشن اکسیژنه. اون به پپ مسائل ساده ریاضی میده، یه چیزی شبیه تمرین‌های آموزش توانایی مغز. سرعت و دقتش در پاسخ به پرسش‌ها نشون میده چقدر هوشیاره. من از طریق ساعت هوشمندم خبردار میشم. یه تمرین حافظه است که باید یه سری عدد رو از سر به ته بنویسم. و یه تمرین دیگه حافظه است مثل همون قبلی که کمی سخت‌تره و باید اعداد رو سر و ته بنویسم. بدون اپ این کار رو با محاسبات ذهنی انجام میدم، اما اپ به این کار نظم میده. خوبی دیگه اپلیکیشن اینه که این داده‌ها رو جمع میکنه تا وقتی برگشتم بتونیم ازشون یاد بگیریم. فکر کردم به اینکه دفعه بعد که اینجا برگردم یه دور دنیا رو قایقرونی کردم خیلی عجیبه. موفقیت زوم نشون میده که همه دنیا دورکاری رو پذیرفتند، ولی بعضی شرکت ها زودتر از بقیه شروع کردند. مثلا شرکت نرم افزار گیتلب که شرایط همکاری مهندس های نرم افزار رو مهیا میکنه و از بد و راه اندازیش در سال 2014 همه چیش از راه دور بوده، الان 1300 تا کارمند داره در 65 کشور مختلف و همین سالها دنبال حل معضلاتی بوده که تازه حالا برای شرکت های دیگه تبدیل به مسئله شده.
وقتی این بحران شروع شد، بیشتر شرکت‌هایی که کل کارهاشون رو از راه دور کردن، بازدهیشون بالا رفت. علتش اینه که همه داشتن در یک فضای یکسان کار می‌کردن. همه به یک اندازه و به یک مجموعه اطلاعات دسترسی داشتن. و ما همه داشتیم روی روابطی که پیش از این ایجاد کرده بودیم حساب می‌کردیم. ولی الان که چندین ماه گذشته، بازدهی خیلی از شرکت‌ها داره کم میشه. شما در نظر بگیرین که خیلی‌ها ماه‌هاست از خونه و در فضایی که مناسب کار نیست کار می‌کنن. یعنی اصلاً نرسیدن فضای کار مناسب ایجاد کنن. ممکنه یک زوج هر دوشون از خونه کار کنن یا بچه‌م داشته باشن که باید توی خونه درس بخونه. خب این از نظر بازدهی فاجعه است. در نتیجه اصلاً عجیب نیست که بازدهی داره میاد پایین. به نظرم همین که اینقدر طول کشید تا بازدهی افت کنه، باید یک کف مرتب برای بشریت زد. نمیشه شما یه تعداد تلفن و زوم و ایمیل بریزین روی میز و انتظار داشته باشین کار انجام بشه. باید یه مرکزیتی وجود داشته باشه که همه فعالیت‌ها از اونجا بگذره. منتها الان شرکت‌ها گزینه دارن. اگر الان روی ابزارها و فرایندها سرمایه گذاری کنن تا این محور استراتژیشون بشه، یه سال دیگه بازدهیشون چنان بالا میره که در فضای کاری عادی هرگز میسر نبود. گیتلب تمام تجربیاتش رو در این زمینه به طور آنلاین منتشر کرده تا هر کسی که میخواد ازشون استفاده کنه. ولی موضوع فقط انتقال کار از دفتر به خونه نیست. دورکاری چند تا قانون طلایی داره. اول اینکه مدیریت سازمان باید کاملا وارد بازی بشه. در حالت ایدئال باید حداقل یکی یا بیشتر از مدیران رده بالا همیشه دورکاری کنن. برای اینکه یادمون باشه که رویه‌ها و ارتباطات عموماً بر مبنای موقعیت و نسبت مدیران تنظیم میشه. پس این گام اوله. گام دوم اینه که ارزش‌های کاری کاملا روشن باشه. اگر شما ارزش‌های گیتلب رو گوگل کنین، یه فهرست بسیار جامع هست. نه تنها از ارزش‌هامون، بلکه از شیوه‌هایی که در پیش می‌گیریم تا در زندگی روزمره که همدیگر رو نمی‌بینیم، بتونیم اون ارزش‌ها رو پیاده کنیم. گیتلب حقیقتاً مشتاق تا تجربیاتش رو در مورد دورکاری به بقیه هم منتقل کنه و با شور و علاقه می‌خواد دیگران رو هم تشویق کنه از خونه کار کنند. طبعاً همه این خوشبینی گیتلب رو ندارن و فکر می‌کنن دورکاری نهایتاً مثل کار در محیط کار واقعی نمیشه. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. برنامه قبلی ما اونجا در دسترس هستن. با ما در تماس باشید از راه توییتر با شناسی @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.